دارالافتای مرکزی طالبان، مرموز اما قدرتمند و سرکوبگر. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، الهام بخش جنگ شبه نظامیان حماس علیه اسرائیل. شورش از داخل آغاز شد. مشروع خبرها: طالبان به نورالله منیر، رئیس دارالافتای مرکزی، لقب شیخ داده است. طالبان با صدور فتوا بر مبنای شریعت اسلامی تلاش میکنند پایه‌های قدرتشان را در افغانستان مستحکم کنند و از سوی نیز با بهره‌گیری سیاسی از دین مخالفانشان را سرکوب کنند. یکی از مراجع صدور فتوا در حکومت طالبان نهاد موسوم به دارالافتای مرکزی است که رهبر آن نورالله منیر یکی از افراد افراطی طالبان است که جز آموزش‌های دینی در عرصه دیگر تخصص ندارد. عملکرد نهاد دارالافتای مرکزی طالبان آشکار نیست و طالبان هم نخواستند که در این مورد اطلاع رسانی کنند، اما ظاهرا صلاحیت زیادی برای تامین هدف‌های طالبان با استفاده از سلاح دین دارد. طالبان تاکید دارند که برای تطبیق شریعت اسلامی در جامعه تلاش می‌کنند و از طریق دارالافتا فتواهای شرعی در مورد مسائل افغانستان صادر می‌کنند تا از این طریق هم پایه‌های قدرتشان را بهره‌گیری سیاسی از دین مستحکم کنند و هم دلیل برای حذف و کشتن مخالفانشان داشته باشند. طالبان به نورالله منیر رئیس دارالافتای مرکزی لقب شیخ داده است. او روز دوشنبه گزارش کار خود را به مولوی عبدالکبیر سرپرست نخست وزیری سابق طالبان داده بود. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، الهام بخش جنگ شبه نظامیان حماس علیه اسرائیل. حماس مدعی است که حمله به اسرائیل را از 2 سال پیش طرح‌ریزی کرده و این با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مقارن است. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج از فلسطین در گفتگو با رسانه العربیه از کشورهای عربی خواست که برای حفاظت از غزه در جنگ میان حماس و فلسطین مداخله کنند. او به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان را به معنای شکست امریکا خواند و گفت فلسطین نیز میتواند اسرائیل را در جنگ کنونی شکست بدهد. خالد مشعل گفت که حماس برای مقابله با اسرائیل از همه جنبش‌ها و جناح‌های فلسطینی می‌خواهد که در کرانه باختری متحد شوند و در جنگ علیه اسرائیل شرکت کنند. او جناح‌های فلسطینی را تشویق کرد که از پیروزی طالبان در افغانستان الهام بگیرند. مشعل گفت نبرد با اسرائیل سخت است، اما طالبان امریکا را شکست دادند و ما اسرائیل را شکست خواهیم داد. او همچنین با ترغیب شبه نظامیان فلسطینی برای پیوستن به جنگ علیه اسرائیل افزود: کشورهایی که ما را در فهرست تروریستی قرار دادن از طریق شخص ساز با ما در ارتباط هستند. عملیات حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر با هم به یک جشنواره موسیقی در خاک اسرائیل آغاز شد. این عملیات که به جنگ شدید میان دو طرف منجر شد در 13 روز همچنان با شدت ادامه دارد. ظهور و سقوط شاخه انشعابی طالبان. ملا رسول کجاست؟ شاخه انشعابی طالبان در دوران اختر محمد منصور قدرت نظامی بیشتر داشت، اما در زمان ملا حبت الله هدف حملات سنگین در فرا و هرات قرار گرفته بود و روز به روز از قدرتش کاسته شد تا متلاشی شدند. شاخه انشعابی طالبان با از دست دادن شمار از فرماندهان ارشدش به طور کامل از فعالیت نظامی دست کشیده است و نیروهای این شاخه با یا افغانستان را ترک کردن یا نمیخواهند که با حکومت طالبان بجنگند. امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در بخشهای از این شاخه نفوذ پیدا کرده بود و آن را تامین مالی و تسلیحاتی میکرد تا در مقابل طالبان بجنگند. از ملا رسول رهبر شاخه انشعابی طالبان هیچ اطلاعی در دست نیست و برخی میگویند که در پاکستان کشته یا فوت شده است. یکی از افراد بلندپایین شاخه انشعابی گفت که ملا رسول پس از تأسیس شاخه انشعابی افغانستان را ترک کرد. در ماه‌های اول تأسیس عالی شورای امارت اسلامی ملا رسول به پاکستان رفت و همان جامان و این دقیقا یک ماه قبل جنگ بزرگ شندن میان افراد ملا صاحب عبدالمنان نیازی با طالبان بود. او ادعا کرد که ملا رسول در دوره نخست حاکمیت طالبان در قندهار به سر می برد و مورد حمایت هیبت الله خانزاده رهبر این گروه بود. او گفت به دلیل اینکه ملا رسول از قوم نورزی است و ملا هیبت الله خانزاده هم از همین قوم است، اجازه زندگی به ملا رسول در قندهار را داده است، اما وظیفه خاص در حکومت طالبان ندارد و معاش خودش و نیروهایش از طرف رهبر طالبان تامین می شود. انشعاب در طالبان. با افشای خبر مرگ ملا عمر بنیانگذار گروه طالبان در سال 2015 در پاکستان، اختلاف بر سر جانشینی او آغاز شد. شمار از فرماندهان طالبان مخالف گزینش ملا اختر محمد منصور به عنوان جانشین او بودند و او را گزینه مناسب برای رهبری این گروه نمی دانستند.
اما اختر محمد منصور به عنوان دومین رهبر طالبان انتخاب شد و ملا رسول یکی از افراد نزدیک به ملا عمر شاخین شابین گروه را تشکیل داد و ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. گروه طالبان تاریخ درگذشت ملا عمر را 4 سال 1392 اعلام کرده است. ملا رسول از فرماندهان پیشین نیروهای مجاهدین در جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود و زمانی که ملا عمر گروه طالبان را تأسیس کرد به این گروه ملحق شد و سالها در کنار ملا عمر ماند. ملا رسول در رژیم نخست طالبان والی نیمروز در جنوب غرب افغانستان و هممز با ایران بود. پس از آن که شبکه القاعده 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی تجارت جانی در نیویورک حمله کرد و طالبان از سپردن اسامه بن لادن رهبر وقت این شبکه به آمریکا خودداری کردند، ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان به سرعت سرنگون شد. ملا رسول به ایران پناه برد اما از این کشور اخراج شد و برای 4 در زندان حکومت پیشین افغانستان سپری کرد و پس از رهایی از زندان دوباره به میدان جنگ بازگشت و بیشتر در غرب کشور علیه حکومت افغانستان و متحدان غربی آن فعالیت داشت. عبدالمنان نیازی کی بود؟ ملا عبدالمنان نیازی معاون و یکی از فرماندهان قدرتمند شاخین شعبی طالبان در غرب افغانستان بود و در غیاب ملا رسول این شاخه را رهبری و مدیریت میکرد. رفته رفته از قدرت او کاسته شد. تا اکنون در هرات هدف سوی قصد قرار گرفت و از نایه سر به شدت زخمی شد و سپس در شفاخانه در کابل درگذشت. یک منبع آگاه و نزدیک به ملا عبدالمنان نیازی به اندپندنت فارسی گفت نمیدانند که چه کسانی برنامه‌ریزی قتل او بودند. عبدالمنان نیازی در ماه‌های آخر زندگی چندین محافظ معتمد خود را از دست داده بود و این بیم حمله به جانش را بیشتر کرده بود. حتی برخی از فرماندهانش رویای جانشینی او را در سر می‌پروراندند. ملا عبدالمنان نیازی از مخالفان سخت‌تر جمهوری اسلامی بود و همواره تهران را عامل ادامه جنگ در افغانستان می‌دانست، اما جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده است. ملا عبدالمنان نیازی در بلندترین نقطه یکی از کوههای مرزی میان ولسوالی‌های گذره و اندرسکن هرات قرارگاه نظامی ساخته بود. بیش از 20 دقیقه زمان نیاز بود که یک فرد عادی از پایین کوه خودش را به قرارگاه ملا عبدالمنان برساند. در آخر عمر وزن ملا عبدالمنان بیشتر شده بود و او همیشه سوار بر اسب به قرارگاه خود می‌رفت. این قرارگاه مقابل حملات طالبان مقاوم بود و او بارها گفته بود که چندین حمله مرگبار نیروهای طالبان را دفع کرده است. افراد نزدیک و مورد اعتماد ملا عبدالمنان نیازی در حملات مختلف کشته و ترور شدند و زمانی که او هدف سوی قصد قرار گرفت تعداد کم افراد معتمد او را همراهی میکردند و این باعث شده بود برخی از اقوام نزدیکش که سابقه نظامی چندان نداشتند از او محافظت کنند. سربازگیری از معتادان. شاخین شعبی طالبان به دلیل جنگ‌های متعدد با کمبود شدید نیرو مواجه شده بود و نیروهای وابسته به ملا عبدالمنان نیازی معتادان مواد مخدر را از سطح شهر هرات جمع‌آوری و پس از اینکه با روش‌های خشن آنها را به ترک مواد مخدر مجبور می‌کردند از آنها به عنوان نیروی جنگی استفاده می‌کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.